خانه جدید مریم خرمی در کانادا، خانه‌ای که بعد از 8 ماه مشکلات تازه به دست آورده. مریم خرمی در مورد خانه جدید خود و تفاوت‌ها با خانه‌ای که در افغانستان زندگی می‌کرد حرف‌ها داره که ما با آن خواهیم پرداخت. پس تا آخرین ویدیو با ما همراه باشید. لایک و سابسکرایب نیز فراموش نکنید. مریم خرمی، کارمند سابق تلویزیون طلو که چندین سال در رسانه طلو فعالیت داشت و برنامه بامداد خوش تلویزیون طلو را با پیش می‌برد، خانه جدید از طریق دولت کانادا به دست آورده. این مجری موفق رسانه طلو بعد از تغییرات و تحولات در افغانستان و ایجاد نظام جدید در کابل، افغانستان را ترک نموده و به کانادا پناهنده شد. مریم خرمی خوش‌شانس‌ترین کارمند طلو بود که در جمع همکارانش در آلبانیا زندگی می‌کرد. او نسبت به دیگر همکارانش زودتر پرونده‌اش طی مراحل شد و اسناد مهاجرتی خود را به دست آورد و به کانادا سفر کرد. مریم خرمی با 5 عضو خانواده‌اش در کانادا زندگی می‌کند. حرفی که او را همیشه در آلبانیا ناراحت می‌ساخت، رد شدن اعضای خانواده تعداد همکارانش بود که با خود در روند تخلیه انتقال داده بودند. اما خوشبختانه هیچ مشکلی برای وی پیش نیامد. مریم خرمی تازه خانه جدیدی از دولت کانادا به دست آورده و با اعضای خانواده زندگی جدید خود را آغاز نموده. او که در افغانستان از خانه مفشن داشت، اما نسبت به خانه جدیدش زیبا نیست. بانو خرمی وعده نشر تصاویر خانه جدید خود را با وسایل جدیدش برای بینندگان صفحه اینستاگرامش داده تا لحظات تنهایی خود را در صفحات اجتماعی سپری کند. و هر صورت ما برای مریم جان خانه جدیدش را مبارک گفته و از خداوند زندگی خوش و آرام برایش آرزو میکنیم. تا برنامه بعد، خداحافظ.